سلام، با معرفی کتاب دختری در قطار از کانال یار مهربان در خدمت شما هستیم. رمان توسط پاولا هافکینگز در ژانر جنایی و پلیسی نوشته شده است. داستان روایتی مدرن و چند صدایی است که از زاویه دید ریچل، مگان و آنا بیان می شود. هنوز فکر می کنم تازه اتفاق افتاده، در حالی که 2 سال از آن ماجرا می گذرد. شاید بتوان گفت که کل محور رمان روی همین جمله می چرخد. ریچل شخصیت اصلی داستان یک زن الکلیست که در زندگی زن و شوی خود شکست خورده و از همسرش تام جدا شده است، اما هنوز هم دیوانوار او را دوست دارد. حال تام با زن زیبایی به نام آنا ازدواج کرده و صاحب فرزند شده است. آنا همسر فعلی تام همواره در برابر ریچل احساس ضعف و حسادت می کند و همیشه در این اندیشه است که ریچل می خواهد تام را از چنگ او درآورد. در نزدیکی خانه تام و آنا همسر جدیدش، مگان و همسرش اسکات زندگی می کنند که آنها نیز مشکلات خود را دارند. مگان احساس می کند که هیچ وقت همسر خوبی برای اسکات نبوده، اما با این وجود با روانشناسش کمال رابطه عاطفی عمیقی برقرار می کند. در ابتدای رمان ریچل به بیان زندگی و احوالات خود می پردازد و مخاطب فکر می کند که با یک رمان عاشقانه مواجه است. اما هرچه رمان پیش می رود، معماهای زیادی در ذهن مخاطب شکل می گیرد و رمان فرم جنایی خود را پیدا می کند. هیجان داستان جای شدت می گیرد که مگان گم می شود. هیچ کس از او خبر ندارد. پلیس در ابتدا به همسرش اسکات و سپس به معشوقش کمال شک می کند. ریچل هم در روز گم شدن مگان در اطراف خانه آنها از فرط مصرف الکل مست بوده و پرسه می زند. به همین خاطر پلیس به ریچل هم شک می کند. ریچل حتی به خودش هم شک دارد. او مست بوده و هیچ چیزی یادش نمی آید. شاید خودش مگان را کشته است. در رمان تعلیق قدرتمندی را می‌بینیم. مخاطب می‌خواهد بفهمد که سرانجام چه خواهد شد. رابطه ریچل و تام به کجا می‌رسد؟ آیا تام ممکن است به سمت همسر قبلیش بازگردد؟ چه سرنوشتی در انتظار آنا همسر فعلی تام است؟ آیا مگان واقعاً گم شده یا کشته شده؟ اگر کشته شده است، چه کسی او را کشته؟ همسرش، معشوقه‌اش یا ریچل؟ تمام این پرسش ها در ذهن مخاطب مرور می شود و کنجکاو می شوید که تا پایان داستان نویسنده را همراهی کنید.